پس از افزایش فشارهای کاخ ریاست جمهوری برای کنار رفتن عطا محمد نور از سمت ولایت بلخ، هیئتی از حزب جمعیت به رهبری صلاح الدین ربانی به دیدار آقای نور به بلخ رفت. اعضای این هیئت پس از 7 ساعت چانه‌زنی در پشت درهای بسته میگویند که رئیس جمهور و رئیس اجرایی توان برکناری آقای عطا را ندارند. کسی نمیتونه که در مورد برکنار ساختن از او تصمیم بگیره. هیچ مقام حکومتی، نه رئیس جمهور و نه رئیس اجرایی، جز این که شخص والی محترم بلخ تصمیم بگیره که به جای ولایت آنها یک فعالیت های سیاسی را اندازی بکنند. اما در صورتی که عطا محمد نور با زور از سمت ولایت بلخ کنار زده شود، واکنش حزب جمعیت چه خواهد بود؟ اگر بحثش بحث تفاهم باشه و مذاکره باشه و صحبت باشه و قناعت باشه، هیچ چیزی در میان مشکلی وجود نداره. اگر بحثی باشه که حق بخواه با زورگویی و با تمامیت خواهی حرفای خود تحمیل بکنه، جمعیت برای مقابله آماده است. بر بنیاد گزارش ها حزب جمعیت اسلامی و عطا محمد نور تصمیم گرفته در صورت که رئیس اجرایی از آقای عطا حمایت نکند، این حزب روابطش با عبدالله عبدالله را قطع خواهد کرد. حالا مسئله و جای رسیده که حکومت میخواهد تصمیم بگیره، اما جانب ریاست اجرایی میخواهد که اگر چنین تصمیمی هم گرفته بشه باید مثال مسالمت آمیز باشه و قناعت آقای نور فراهم شد. با گذر هر روز تنش‌ها میان عطا محمد نور والی بلخ و کاخ ریاست جمهوری بیشتر می شود. پیش از این آقای عطا فهرست از تقسیم پست‌های دولتی را برای رئیس جمهور ارائه کرده بود که در صورت پذیرفته شدن آن وی آماده کنار رفتن از قدرت است. اما این خواسته ها از سوی ارگ پذیرفته نشده است.